پینال کلونی شماره 6 یا دلفین سیاه، وحشتناکترین زندان روسیه. وقتی میخوان اینجا رو با جای مقایسه کنن، با کمپ‌های آلمان نازی مقایسه میکنن. حالا چرا اسمشو گذاشتن دلفین سیاه؟ این زندان یک ورودی خیلی قشنگ داره که اصلا هم نشون نمیده توش چه خبره. یک مجسمه دلفین سیاه هم اونجا نصب شده. داخل این زندان یک آرامش خاصی داره. وقتی واردش میشی هیچ صدایی نمیشنوی و هیچ آدمی رو هم نمیبینی. همه جا رو سکوت فرا گرفته. چون تمام زندانی ها تو سلول های کاملا دربسته قرار دارن. اما قانون اینه که تمام زندانی ها هر روز یک کمی آفتابو ببینن. چطوری میبرن آفتابو نشونشون میدن؟ برای این کار دستاشونو از پشت دستبند میزنن و چشماشونم میبندن و یه نفر که باتوم دستشه از پشت میگه برو. یک دهم ثانیه مکس اضافه، ضربات باتوم میاد تو سرش. اگر اینطوری بشه برش میگردونن تو سلول، دیگه آفتاب نمیخواد. میگن در 20 سال اخیر 2700 نفر در این زندان کشته شده. نه اینکه توسط زندانی های دیگه کشته شده، چون اونها ارتباطی زیاد با هم ندارن. توسط زندانبان ها کشته شدن، یا زیر شکنجه، یا زیر کتک، یا زیر تنبیهات دیگه. این آمار مربوط به خود سازمان زندان های روسیه است. ممکنه خیلی بیشتر از اینا باشه. در این زندان هیچ نقطه کوری وجود نداره. همه جا تحت پوشش دوربین‌های مداربسته است. حتی تو توالت هم نشستی دوربین داره همه جا رو می‌بینه. پس مواقعی که زندانی‌ها رو هم کتک می‌زنن تو دوربین‌ها دیده میشه دیگه. اما مشکلی نیست، چون مجوز از طرف بالا صادر شده که به این زندانی‌ها رحم نکنید. هر زندانی که وارد اینجا میشه حتما حکم حبس ابد داره، چون غیر از اون نمیفرستن اینجا. و دوم این که هر زندانی که وارد اینجا بشه دیگه بایستی با همه چی خداحافظی کنه، چون اگرم بمیره جنازه‌شو به کسی نمیدن. ورود به این زندان یعنی مردن، چون ملاقاتی هم وجود نداره. پینال کالونی 6 یکی از قدیمی ترین زندان‌های روسیه، چه بسا اروپا است، چون اینجا در سال 1745 میلادی افتتاح شده. حالا زندانیه که گفتیم حبس ابدن، بدترین زندان روسیه هم اینجاست. حالا جرم اینا چی هست؟ زندانی‌های اینجا جرمشون این چند تا قلمه: آدمخواری، بچه بازی و آزار کودکان، قاتل‌های زنجیره‌ای و تروریست ها. بیشتر زندانی های اینجا جرمشون این چهار قلمه. 700 زندانی الان این توه که در مجموع 3500 نفر رو کشتن. چه اون بچه بازه، چه اون آدم خاره، چه قاتل زنجیره‌ای، چه تروریستش. کسانی که به جرم آزار کودکان وارد این زندان میشن از همه بدبخترن، چون بیشتر اذیتشون میکنن، حتی از تروریسته بیشتر. یکی از زندانی های معروف اونجا ایگور تیشنکوه. اگر ویدیوی مافیای روسیه رو در آنتن دیده باشید با گروه ایشون آشنایید. این آقا به صورت علنی 7 از گروه رقیبشون رو در جا میکشه و به جرم رگبار و کشتن 7 نفر تو این زندانه و به حبس ابد محکوم شده. یکی دیگه یک قاتل زنجیره‌ای به نام نیکولای آستونکوه که خیلی‌ها رو کشته، ولی فقط 5 تاش ثابت شده. اینا خوباشن. مثلا ولادیمیر نیکولایف یک آدمخوار وحشتناکه که در اینجا زندانیه. این آقا گوشت انسان رو خیلی دوست داره و سوپ گوشت آدم درست میکرده و میخورده. اون دوست داشته به دوستاش هم یه حالی بده. برای همین رونه یکی از انسانهایی که کشته میده به دوستش و میگه این رونه کانگوروه، بپزش، خیلی خوشمزه است.
چون دوستش روس بوده و کانگورو رو نمیشناخته، برای همین میگه گوشت کانگوروه که مشکوک نشه. اما دوستش قشنگ میفهمه که این رون انسانه و میره به پلیس میگه. اینجوری آقا رو میگیرن و میبینن به به فریزر و یخچالش هم پره. در این زندان یک پلیس هم تشریف داره، میخائیل پوپکوف. پلیسی بوده که در طول خدمتش به 81 نفر تجاوز کرده و تازه ولشون هم نکرده، همه 81 نفر هم کشته. این تعداد اعتراف خودشه. اگر زندانی بخواد از سلولش بیاد بیرون، یک راه خروج بیشتر نداره، اونم دره. نه یه دونه در، بلکه 3 تا در پشت سر هم، 2 تا در آهنی این طرف و اون طرف، یه دونه هم در نردهی وسطش که این محوطه هم استفاده میکنن برای چشم بستن و دستبند زدن. زندانی های داخل اینجا هیچ امیدی به آزادی ندارن جز مرگ. فقط با مرگ میتونن آزاد بشن. اونم جنازه شون رو به کسی نمیدن. اگر زندانی خوبی باشی، به حرف مامورا گوش بدی، میتونی 4 تا زنگ در سال بزنی. ولی خیلی باید بچه خوبی باشی. کوچکترین اشتباه، اون 4 تا زنگم باطل میشه. هر زندانی، اینم در صورتی که بچه خوبی باشه، میتونه روزی نیم ساعت آفتاب ببینه. اونم نه این که بره در محوطه بال، میره تو یک سالن بزرگ که یه طرفش کاملا حفاظه و آفتاب از توش رد میشه میفته تو. ولی اینی که فکر کنید ببرندشون تو حیات، نه. 700 تا زندانی در اینجا وجود داره که هر کدوم یک سلول دارن، یعنی همه یه جورایی تو انفرادی هن. روی در سلولشون هم هر کدوم یه پلاک داره که اسم زندانی رو نوشته و جرمی که مرتکب شده. یعنی زندانمان ها در رو که میخوان باز کنن بدونن اون تو کیه، آیا آدمخواره یا بچه بازه، آدمکشه یا تروریسته. وقتی اون تو زندانی هستی، تنهای تنهایی و کسانی که میبینی فقط ماموران. زندانی های دیگر رو به هیچ وجه نمیبینی. غذا رو هم میارن دم سلول میدن. فکر نکن میری تو ناهارخوری میشینی با دوستات حرف میزنی. هر سلول 2 متر مربع و تازه تو این 2 متر مربع یک دستشویی و توالت هم هست. پنجره ای هم وجود نداره. خیلی‌ها تو این زندان با اعتصاب غذا خودکشی کردن، اما برای کسی مهم نبوده. وقتی ببینن مرده، جنازه‌شو میبرن میندازن تو کوره. زندان‌های ناجور تو دنیا زیاده، اما دلفین سیاه در بالاترین رده‌های این طور زندان‌ها قرار گرفته. البته خیلی‌ها اینو قبول ندارن. اونها میگن این بدترین زندان دنیاست، نه یکی از بدترین‌ها. اگر ویدیوی زندان گوانتانامو رو در آنتن دیده باشید، میبینید که زندانی‌های اونجا وضع خیلی بهتری از اینجا دارن. لطفاً نظر بدید، آیا یه همچین جاهایی وجودش لازمه؟